الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بنام خدای بخشنده و مهربان. جزء ششم خداوند متعال اینجا به خاطر ختم ظلم قانون رو بیان کرده و مکررن ذکر جرائم یهود و نصارا رو که نه همیشه در عداوت خودشون به خاطر مجروح کردن دین و اسلام و مسلمین همیشه سعی کردن و سعی میکنن و به خاطر قتل انبیا که به خاطر قتل عیسی علیه السلام اینا سازش کرده بودن و عقیده فاسدشون که عقیده تفلیس بوده خداوند متعال اینجا بیان میکند که اینا همیشه این عقیده رو داشتن که خداوند متعال یکی از این ستا هست، یا عیسی هست و یا الله هست و یا روح القدس هست. الله جل شانه این عقیده رو رد کرد، انما الله اله واحد، خدا یکی است و عیسی علیه السلام فرزند مریم و بنده من است. بعد از اون خداوند متعال سوره مائده رو شروع می کند. مائده یعنی سفره که عیسی علیه السلام از خداوند متعال خاص انزل علینا مائده من السماء. این قضیه رو خداوند متعال تفصیلا ذکر نموده و بعدا خداوند متعال حلال و حرام رو تفصیلا ذکر می کند و بعد از اون حکم میدهد که شما به عهد و پیمان خود وفادار باشید، عهد و پیمان رو نشکنید، عادل باشید، معاملاتتون رو درست بکنید. و بعد از اون خداوند متعال متصل آیه رو ذکر میکند که در اونجا نه چیز رو خداوند متعال حرام قرار داده که از اونها دم مسفوح است، لحم خنزیر است و البته اینجا یک چیزی هست که خداوند متعال برای اونهایی که مستر هستن، برای اونایی که در حالتی اومد که انسان وقتی میمیرد و نمیتاند مثلا چیزی نمییابد که اون رو بخورد، در اون وقت خداوند متعال اجازه میدهد که به اندازه ای که جسم نجات بکند، وجود تو نجات بکند، به اون اندازه خداوند متعال اجازه میدهد، نه به خاطر لذت و نه به خاطر مقصدت یعنی لذت گرفتن نباشد، فقط نجات وجود باشد، این رو اجازت داده. بعد از اون خداوند متعال ذکر تکمیل دین را بیان می فرماید که الیوم اکملت لکم دینکم. معنای تکمیل دین رو باید ما بفهمیم، یعنی مقداری از مسائل هستن که اونا در قرآن ذکر شدن و مقداری از مسائل هستن که اونا در حدیث ذکر شدن و مقداری از مسائل هستن که برای اونا یک اصول و قاعده و ضابطه ای رو خداوند متعال به خاطر اونا بیان کرده که مبهم هستن، نمی توانیم فقط مستقیم از قرآن و از حدیث اخذ بکنیم، به خاطر شرح اونا و فهمیدن اونها و مقصد اونها رو فهمیدن خداوند متعال مجتهدین رو و فقها رو برای من فرستاده که این نعمت بزرگی بوده که خداوند متعال به واسطه اینها این حقایق رو و حتی مسائل رو از مسائل بیرون کردن، از یک حدیث چندین مسئله رو استنباط کردن و از آیه ها مسائل رو بیرون کردن، این کار مجتهدین و فقها هستن. همچنان دعوای ذکر یهود و نصارا که اونا گفتن که نحن احباء الله، نحن ابناء الله و احباء، ما فرزندان خدا هستیم و ما محبوبان خدا هستیم و دروغ میگفتن، عقیده اشتباه داشتن و الله جل شانه اونها رو رد کرد. فلی من یعذبکم بذنوبکم، اگر شما ابناء خدا و محبین الله هستین خدا شما رو چرا عذاب میدهد؟ اینا میگفتن که لن تمسن النار الا ایاما معدوده، چطور شما به آتش چند روز، وقتی کسی رو انسان دوست دارد چطور برای ایام معدودات اینا رو به آتش جهنم میفرستد؟ عقیده اشتباهی که نداشتن و بعد وقتی به الله درست ایمان نداری و عقیده درست رو نداری و بعد خود رو با خیالات و اوهام خود رو ابناء الله و احباء میگی، این دروغ است، این دروغ محض است و خدا به ما درس میدهد که ای ابناء بشر شما هم این رو ذهن نشین بکنید که با خیالاتتون با فکرتون من مسلمانم، من موحد هستم، من کار درست میکنم، اشتباه میکنی، با عقیده نادرست میخوای جلو بری، هیچ وقت خداوند متعال تو رو نمیبخشد و آخرتت رو برباد میکنی با این عقیده و فکرت که داری. البته عقیده سالم و عقیده درست اینجا مطلوب و مقصود است. ذکر ابنای آدم علی نبی علیه الصلاة والسلام که اولین پدر و اولین مادر در روی کره خاکی بودن و اولین بشر در روی کره خاکی بودن که پدر و مادر حابیل و قابیل بودن، قاعده اونجا اینطوری بوده که مثلا هر سال دو تا فرزند به دنیا می اومد، یک پسر و یک دختر، اونها دوتا نمیتونستن با هم دیگر عروسی بکنن
و اینها میتونستن که از بطن دیگری که سال دیگر مثلا دو تا فرزند به دنیا میاد اونها رو میتوند که دختر اون رو این پسر بگیرد و این دختر رو اون پسر بگیرد. حابیل و قابیل اینا فرزندان یک پدر و یک مادر هستن، ولی حابیل خواهرش خوبصورت نبوده و قابیل خواهرش خوبصورت بوده. قابیل خواست که خواهر خودش رو بگیره. وقتی اینا مثلا قرعه کشی کردن در قرعه، خواهر قابیل برای حابیل در اومد و قابیل هم زد کرد و این بغض و حسد رو در دل گذاشت که چرا من نتونستم بگیرم و فیصله قتل این رو کرد و برادر خود رو به قتل رساند. بعد از اونم الله جل شانه ذکر سن و خلافکاران رو خداوند متعال می کند که ادونا دز و قطع و طریق و انسان باغی است که اینها رو چطور اعدام بکنید و قطع کردن دست و پاهای اینها رو برخلاف. و همچنان خداوند متعال این کار رو که می کند و یا بیان می کند به خاطر این انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، فقط به خاطر این است که این جرائم از روی زمین بلند بشه و جرائم ختم بشه و به جایش عدالت و انسان ها عبرت بگیرن که در آینده اینچنین کارها رو نکنن. حدود و قوانین اسلامی رو خداوند متعال اینجا بیان می کند در جاهایی که مثلا قانون و ضابطه و حدودی که اونجا بیان شده چی خوشی هست و چی آرامی هست، و خداوند متعال فضل و کرمش رو در اونجا میفرستد جایی که حدود الله هست و جایی هم که نیستن. شما حالات دنیا رو میبینید که تنها چیزی که فعلا در دنیا وجود نداره اون حدود الله هست و قائم کردن حدود الله هست. و این ضابطه رو تا وقتی که ما در روی زمین پیاده نکنیم هیچ وقت جرائم ختم نمیشه و مشکلات زندگی مسلمان هیچ وقت ختم نمیشه. فضائل قرآن کریم بر کتب دیگر ذکر شده. کافی بود که خداوند متعال میگفت که این کتاب رو من بر نبی آخر الزمان من نازل کردم، نه بلکه این کتاب تبیانا لکل شی دارای تمام چیز هاست که کتب دیگر نداشتن. اینجا مثلا ذکر مثلا اعتقادات شده، اخلاقیات شده، معاملات شده، معاشرت شده، سیاست شده، جهاد شده، خلافت شده، تمامی احکامات الله جل شانه در این ذکر شده. به خاطر این فضیلت این کتاب بر کتب دیگر اینجا ذکر شده. و مکررن خداوند متعال از خطرات یهود و نصارا و از دوستی اینها که نه همیشه خائن بودن، مخلص نیستن و همیشه غدر کردن با اسلام و مسلمین و قرب و نزدیکت اینها همیشه نقصان ده هست و هیچ فایده ای ندارد، در حالی که الله جل شانو به ما احتیاج هم ندارد. اگر ما نافرمانی هم بکنیم خداوند متعال احتیاج ندارد و خداوند متعال فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدا قوم دیگر رو بر روی زمین میفرستد که اونها خدا رو دوست دارن و خدا اینها رو دوست دارد. و اونها چهار تا صفت دارن که ذلتن علی المؤمنین است، عزتن علی الکافرین هستن، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. این دارای این صفات هستن و خداوند متعال هیچ به ما نیاز هم ندارد، ولی این خوبی ما هست که ما بفهمیم و به خدا قرب حاصل بکنیم و از دوستی اینها بی‌رغبتی و دوری و اجتناب ورزیم. این خیلی مهم است که یهود و نصارا را هیچ وقت دوست خود نگیریم. و در آخر هم خداوند متعال دشمنی اینها رو ذکر میکند باز که اینا سخت‌ترین دشمنان اسلام و مسلمین هستند و یهود رو به طور خاص لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود، که اینا یهود هستن. خداوند متعال این رو بیان کرده به طور خاص. لذا این جمله رو باید ذهن نشین بکنیم که قول الله حق است و اینها رو دشمن بدانیم و هر اندازه سعی بکنیم که اینها رو ما راضی بکنیم، راضی نمیشن. چون خداوند متعال برای پیغمبر فرمود که ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اینا دوست دارن که رسول الله اتباع اونا رو، ملت اینها رو قبول بکنن. این که هیچ وقت نمیشه، حاشا و کلا، یا مسلمان اینها رو اختیار بکنن، ولی حالا مسلمانان بزدل و مسلمانان ضعیف الایمان و انسانان سستی ما داریم که اینها پیرو اینها هستن و دنبال روی اینها رو میکنن و دوستی اینها رو ترجیح میدن بر دوستی مسلمان ها و قرآن و دین و شریعت. این خیلی بزدلی و خیلی اشتباه است. خداوند متعال ما رو حفاظت بفرماید و الله از دوستی اینها ما رو دور نگه دارد و با دوستی خودش و با دوستی مؤمنان و مسلمانان ما رو همیشه در حفاظت خود نگه دارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.